میگن تهران قشنگه و شبیه فرنگه. با اینکه به اینجا عادت دارم و فکر میکنم اینجا بهترین و قشنگترین و راحتترین جای دنیاست، اما بعدم هم نمیاد از اینکه داریم میریم تهران. بالاخره اونجا ارزش دیدن داره، حتمی و حتی شاید من ازش خوشم هم بیاد و دلم بخواد یه مدتی اونجا زندگی کنم. البته که تصمیم گیرنده من نیستم، دیر یا زود من باید برم خونه بخت محمد. بزرگترا برامون تصمیم گرفتن، ولی حقیقتش هر وقت دوباره زمزمه رفتن به تهران بلند میشه من یه جوری میشم، هم مشتاقم هم مضطرب. بالاخره من سالیان سال دارم اینجا زندگی میکنم، یعنی از وقتی به دنیا اومدم و اوقات میگذرونم و همش فکر میکردم من روزی از اینجا میرم که زن محمد شده باشم و خودم رو کنارش تصور میکردم. اون با اون قد بلندش کنار من ایستاده و من گردن کج میکنم و با خجالت زیر چشمی نگاهش میکنم و میبینم که اونم داره زیر چشمی منو نگاه میکنه. اما همیشه فقط همین یه تصویر تو تصورمه، نه بیشتر. هر بار که پدر حرف رفتن به تهران رو میزنه من احساس میکنم قرار یه اتفاقی بیفته. همیشه اینجور وقتا مادرم میگه فکر بد نکن، صلوات بفرست. منم سرمو تکون میدم و صلوات میفرستم. چند وقتی میشه اینجایی؟ اینجا تو قلب دارالخلافه، تو کاخ گلستان. روزای عجیبی بود و اون حال من بیدلیل نبود. رسیدن ما به تهران مصادف شد با کشته شدن شاه شهید و این باعث شد خیلی چیزا عوض بشه، خیلی تصمیما گرفته شده و خیلی اتفاقای مهمی افتاده. شاید بزرگترین اتفاق به تخت نشینی پدر من باشه و این فقط به تخت نشینی نیست. من مطمئنم این تخت نشینی باعث اتفاقات جدیدی میشه. من اینو حس میکنم. یه جریاناتی در حال شکل گرفتنه و این جریانات تو سرنوشت من بی تأثیر نیست. خالم و مادرم با هم شکراب شدند و تو حرم سرا پچپچایی پیچیده. خاله تریاک خورده و طبیب تونسته نجاتش بده. نامزدی لفظی من و محمد منتفی شده و خاله و مادر با هم کدر شدند و خاله با خوردن تریاک قصد خودکشی داشت. حالا نه اینکه من توفه باشم، نه، اما خب اول اینکه بالاخره وعده و قولی بین دو خواهر بوده و بعدم اینکه من اگر خودم هم کسی نباشم بالاخره حالا دیگه دختر شاه ایرانم و این چیز کمی نیست. تا همین چند وقت قبل من نشون کرده یه پسرش بودم و حالا نیستم و این بدعهدی برای خالم سنگین بوده و احساس سرشکستگی کرده. میدونم سرنوشت من عوض میشه. حقیقتش دیشب خوابی دیدم، دوباره همون تصویر همیشگی رو خواب دیدم، همون که من کنار محمد ایستادم و به خاطر قد بلندش مجبورم گردن کج کنم که بتونم زیر چشمی نگاهش کنم، اما سرم نمیچرخه و نمیتونم بالا رو نگاه کنم. چشمام روی پنجه پاهای لخت محمد قفل شده که محمد یک عصای چوبی رو با خشمی خفیف به زمین میکوبه و قطیفه روی شونش رو مرتب میکنه و از کنار من میره و دور میشه و دور میشه. غمگینم، هم برای خودم هم برای محمد و هم برای خالم. احساس میکنم حالا که وصلت من و محمد به هم خورده تازه متوجه علاقه واقعی خودم بهش شدم و این نافرجامی کلافه و دمق و کدرم کرده. فکر میکنم تا آخر دنیا خاله با من قهره و محمد از من متنفر. بعد یه وقتایی میخوام به خودم دلداری بدم، میگم مگه محمد کسیه که بهش دختر ندن و بیزن بمونه؟ از من بهتر گیرش میاد، دلخوش کنکه، ولی باید واقعیت رو بپذیرم و رو حرف پدر و مادرم حرفی نزنم. بالاخره من دختر شاه مملکتم و باید عاقلانه رفتار کنم. اما احساس عجیبی دارم، دوباره حال و هوای قبل از اومدنمون به تهران رو دارم، ولی این بار کمی عجیبتر. میشینم روبروی آینه و گیسامو میبافم و
هی به خودم میگم کی فردا رو دیده؟ باید قوی باشم و عاقل. من هنوز اول راه زندگیم و از این پیش آمدها بسیاره. بالاخره هر روز که در روی پاشنه نمیچرخه. اینطوری شد دیگه. به قول مادرم در هر کار و پیش آمدی خیریتیه. حالا درسته که پرنده غمگینی تو قفس سینم میکوبه و سر به دیوار میزنه، اما بالاخره باید زندگی کرد و پیش رفت. زن پسر صدر اعظممو در تهران ساکن دائم شدم و صبح‌های بهار و تابستون از بوی پیچ‌های امین و دوله که سر تا سر محله و باغ پیچیده سرمست میشم و فکر میکنم دنیا از نو شروع شده. اما این غم از من جدا نمیشه. با اینکه حالم خوبه و قرص و محکم قدم برمیدارم، اما یه غبار غمم هست. فکر این که مصلحت اندیشی باعث شده یه دختر از شوهرش جدا بشه و من بشم زن همسرش برام تلخ بوده و هست، ولی هر بار به خودم میگم کی میدونه فردا چی میشه. میشینم جلوی آینه و گیسامو میبافم و میگم تقدیر بازی خوبی برامون رقم میزنه و سعی میکنم قوی باشم و همچنان در نقش دختر شاه و البته که عروس صدر اعظم و از همه مهمتر یه خودم قوی زندگی کنم. یاد مادرم میگفتم فکر بد نکن، یه صلوات بفرست، و صلوات میفرستم. من دیگه بازی رو یاد گرفتم، بلدم با بالا و پایین زندگی چطوری تا کنم، بلدم با هر کسی به زبون خودش حرف بزنم. دیگه یه کامل زنم، گرچه هنوز من به دختر شاه مسبوق شناخته میشم، اما برای خودم هم وجهه اجتماعی زیادی دارم. همون خودم قوی. نشستم جلوی آینه و گیسامو میبافم و میگم حتی اگر دختر شاه هم باشی باز نمیتونی درگیر سرنوشت نانوشته و تقدیر نشی. و فکر میکنم اما من از پسش بر اومدم. مادرم، نه تنها مادر بچه های خودم که مادر چندین دختر و پسر دیگه. سرپرستی و مدیریت کاریه که من خوب بلدم و اون رو به نحو احسن انجامش میدم. کاری که این روزا کنار باقی کارا و مسئولیت هام انجام میدم سرپرستی خیریه است و دوست دارم ادامه داشته باشه. ولی خب کی فردا رو دیده؟ کی میدونه قراره چی پیش بیاد؟ دلم میخواد هر جا میرم یه کار درست انجام بدم. پل بسازیم، مدرسه و بیمارستان بسازیم. اگه من دختر شاهم پس باید درست رفتار کنم و به مملکتم خدمت کنم. بوی پیچ امین و دوله همیشه و همیشه منو یاد پدر شوهر مرحومم میندازه. خیلی ازش یاد گرفتم و همدمش بودم. میخوام لابلای همون پیچا براش یه مسجد بسازم و هر شب جمعه براش خیرات بدم. مسجد تو اون محله که همیشه بوی گل میده، به یاد پدر شوهرم. حالا دیگه میان سالم و دلم میخواد خیرات و مبرات داشته باشم. پسرم رو از دست دادم. دیگه حال و حوصله سابقو ندارم. به پشت سر و مسیر اومده زندگیم که فکر میکنم از خودم راضیم. بهترم میتونست باشه. ولی خب خوبه باز. غم تو دلمه. وصیت کرده بودم منو تو کربلا دفن کنن. اما دلم پیش پسرمه. دلم میخواد کنار اون باشم. بعد گفتم بعد از رفتنم ریخت و پاش نکنید. دلم ادا اطفار نمیخواد. منو کنار حسین خاک کنید. خاکش دامنگیر بود این تهران. اومدم تهران و موندگار شدم. نشستم جلوی آینه و گیسای سفیدم و میبافم و به خودم میگم هزار تا فردا رو دیدم و هزاران فردا بود پس فردا.